کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. ملت عشق داستانی عاشقانه و معنویه که دل هر خواننده‌ای رو به تسخیر در میاره. با خوندن این کتاب سفری معنوی و عاشقانه رو در دل تاریخ و عرفان تجربه کنید. ملت عشق نه تنها یک داستان بلکه یک سفر درونی به سوی عشق و عرفانه. توی این کتاب به زیبایی دوتا خط زمانی موازی عشق و عرفان در هم ادغام شدن. ملت عشق تجربه عمیق از عرفان و عشق حقیقی رو برای انسان به ارمغان میاره. ملت عشق، نوشته الیف شافاک، گوینده شادی آزادی، به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. خود به تنهایی دنیاییست عشق، یا درست در میانش هستی در آتشش، یا بیرونش هستی در حسرتش. مقدمه. سنگی را اگر به رودخانه‌ای بیاندازی چندان تأثیری ندارد، سطح آب اندکی می شکافد و کمی موج بر می دارد. صدای نامحسوس تاب می آید، اما همین صدا هم در هیاهوی آب و موجهایش گم می شود. همین و بس. اما اگر همان سنگ را به برکه‌ای بیاندازی، تأثیرش بسیار ماندگارتر و عمیق‌تر است. همان سنگ کوچک آبهای راکت را به تلاطم در می آورد. در جایی که سنگ به سطح آب خورده، ابتدا حلقه‌ای پدیدار می شود. حلقه جوانه می دهد، جوانه شکوفه می دهد، باز می شود و باز می شود، لایه به لایه. سنگی کوچک در چشم به هم زدنی چه ها که نمی کند، در تمام سطح آب پخش می شود و در لحظه می بینی که همه جا را فرا گرفته. دایره ها را می زایند تا زمانی که آخرین دایره به ساحل برود و محو شود. رودخانه به بی نظمی و جوش و خروش آب عادت دارد، دنبال بهانه‌ای برای خروشیدن می گردد. سریع زندگی می کند، زود به خروش می آید. سنگی را که انداخته ای به درونش می کشد، از آن خودش می کند، حسمش می کند و بعد هم به آسانی فراموشش می کند. هرچه باشد بی نسبی جزء طبیعتش است، حالا یک سنگ بیشتر یا یکی کمتر. اما برکه برای موج برداشتن چنین ناگهانی آماده نیست. یک سنگ کافی است برای زیر و رو کردنش، از عمق تکان دادنش. برکه پس از برخورد با سنگ دیگر مثل سابق نمی ماند، نمی تواند بماند. زندگی الا روبنشتاین هم از وقتی خودش را شناخته بود مثل برکه‌ای راکت بود. داشت به 40 سالگی پا می گذاشت. سالها بود عادتها، نیازها و سلیقه هایش تغییر نکرده بود. روزها روی خطی مستقیم پیش می رفتند، یک نواخت و منظم و عادی. به خصوص در 20 سال اخیر همه زندگیش را جز به جز با توجه به زندگی زناشویی‌اش تنظیم کرده بود. همه آرزوهایش، همه دوستان جدیدش، حتی کوچکترین تصمیمهایش هم به این وابسته بود. یگانه قطب نمایی که سمت و سوی زندگیش را تعیین می کرد خانه و خانواده‌اش بود. شوهرش دیوید دندانپزشک مشهوری بود، مردی فوق‌العاده موفق در کارش، با درآمد بالا. پیوندشان چندان عمیق نبود. الا متوجه این مسئله بود، اما اعتقاد داشت در زندگی مشترک، به خصوص در زندگی‌های مشترکی که مثل زندگی آنها اینقدر طولانی شده، اولویت‌ها چیزهای دیگری هستند. در زندگی مشترک چیزهایی مهمتر از عشق و علاقه هم هست، مثل مدارا با یکدیگر، مهربانی، تفاهم، احترام و غیره. وسط البته از همه مهمتر چیزی که لازمه همه زندگی‌های زناشویی است، بخشندگی. اگر ازتان بر می آید که باید بر بیاید، وقتی شوهرتان اشتباهی کرد که ممکن است بکند، باید هر جور شده ببخشیدش.
عشق و علاقه اگر هم نباشد چه اهمیتی دارد؟ عشق خیلی وقت بود در فهرست اولویت‌های علاج جایی آن پایین ها مانده بود. عشق فقط مال فیلم ها بود یا مال رمان های تخیلی، فقط آنجاها بود که دختر و پسر داستان می توانستن با عشق افسانه ای برگرفته از قصه ها همدیگر را تا حد مرگ دوست داشته باشند. اما زندگی واقعی نه فیلم بود نه رمان. در فهرست اولویت های الا بچه هایش بالای بالا قرار داشتند. دختر خوشگلشان جانت در دانشگاه درس می خواند. دوقلوهایشان که یکیشان دختر بود آورلی و دیگری پسر آیوی درست در مرحله بلوغ بودند. یک سگ 12 ساله رتریور هم داشتند، سایه. وقتی به این خانه آمد هنوز توله‌ای کوچک بود. از همان روز رفیق و همراه همیشگی الا در پیاده روی‌هایش شد. هرچند سایه که دیگر پیر شده، چاق شده و چشمهایش کمسو و گوشش سنگین شده بود. داشت به آخر خط نزدیک می شد، اما دل الا مگر می گذاشت در این فکر باشد که روزی سگش می میرد. آخر الا از آن آدمهایی بود که هیچ وقت نمی توانند پایان چیزی را قبول کنند. فرقی نمی کند آن چیز یک دوره باشد، عادتی قدیمی باشد یا رابطه‌ای که خیلی وقت پیش تمام شده. الا نمی توانست مرگ آن چیز یا پدیده را بپذیرد. هیچ جوری نمی توانست با تمام شدنها رو در رو شود. حتی اگر آن پایان که وانمود می کرد نمی بیندش می آمد و جلو دماغش سبز می شد. خانواده روبینشتین در آمریکا در نورتمتن در خانه بزرگ و کرم رنگ به سبک ساختمان‌های دوره ویکتوریا زندگی می‌کرد. ساختمان با آنکه به تعمیر احتیاج داشت و باید دستی به سر و رویش می‌کشیدند، هنوز با عظمت بود. 5 اتاق خواب داشت، گاراژی با ظرفیت 3 ماشین، کفوش، پارکت چوب گردو و درهایی به سبک فرانسوی. به علاوه، توی باغچه‌اش هم یک جکوزی فوق‌العاده بود. کل اعضای خانواده از فرق سر تا نوک پا بیمه بودند. بیمه عمر، بیمه اتومبیل، بیمه سرقت، بیمه آتش سوزی، بیمه درمانی. علاوه بر اینها حساب‌های بازنشستگی داشتند، اندوخته‌ای برای تحصیل بچه‌ها در دانشگاه و حساب‌های مشترک بانکی. علاوه بر خانه‌ای که در آن می‌نشستند، 2 آپارتمان لوکس هم داشتند، یکی در بوستون و دیگری در رود آیلند. الا و دیوید برای به دست آوردن اینها خیلی زحمت کشیده بودند، عرق جبین ریخته بودند. تصور خانه بزرگ که در هر طبقه اش بچه‌ها شادمانه بدوند و بازی کنند و از فر اجاق گازش عطر شیرینی زنجفیلی و دارچینی پخش بشود. ممکن است به نظر بعضی ها نوعی کلیشه بیاید، اما در نظر آنها ایدئال ترین زندگی بود. زندگی زناشوییشان را بر پایه این هدف مشترک بنا کرده بودند و با گذشت زمان اگر نه به همه به بیشتر خیالاتشان جامعه عمل پوشانده بودند. شوهر الا پارسال در روز ولنتاین به او یک گردنبند الماس به شکل قلب هدیه داده بود. کنارش هم کارتی گذاشته بود با عکس بادکنک و خرس کوچولو. الای عزیزم، زن آرام و خاموش و با گذشت صبورم، چون مرا همانطور که هستم پذیرفتی و همسرم شدی مدیونت هستم. شوهرت که تا ابد دوستت خواهد داشت، دیوید. الا به هیچ کس به خصوص به شوهرش نتوانسته بود حرف دلش را بزند و بگوید موقع خواندن این سطرها حالی بهش دست داده بود انگار دارد اعلامیه ترحیم خودش را می‌خواند. با خودش گفته بود لابد وقتی مردم همین حرفها را پشت سر جنازه هم می‌زنند و اگر صاف و صادق باشند باید این حرفها را هم اضافه کنند. تمام زندگی الای بیچاره خلاصه شده بود در راحتی شوهر و بچه هایش. نه علمش را داشت و نه تجربه اش را تا به تنهایی سرنوشتش را تغییر دهد. هیچگاه نمی توانست خطر کند. همیشه محتاط بود. حتی برای عوض کردن مارک قهوه‌ای که می خورد بایست مدت‌های طولانی فکر کند. از بس خجالتی و سر به زیر و ترسو بود. شاید بشود گفت آخر بی عرضگی بود. درست به همین دلایل آشکار بود که هیچ کس حتی خودش هم نفهمید که چطور شد الا روبینشتین بعد از 20 سال آزگار زندگی زناشویی یک روز صبح از دادگاه تقاضای طلاق کرد و خودش را از شر تعهل آزاد کرد و تک و تنها به سفری رفت با پایانی نامعلوم. اما حتما دلیلی داشت، عشق.
الا به شکل غیر منتظره ای عاشق شد. عاشق مردی که اصلا فکرش را هم نمی کرد و به هیچ وجه انتظارش را نداشت. آن دو نه در یک شهر زندگی می کردن و نه حتی در یک قاره. حتی اگر هزاران کیلومتر فاصله میانشان را در نظر نگیریم، شخصیت‌هایشان هم با هم خیلی فرق داشت. انگار یکی شب بود و دیگری روز. طرز زندگیشان هم زمین تا آسمان فرق داشت. بینشان پرتگاهی عمیق بود. اینکه دو نفر که در وضعیت عادی به سختی می توانستند یکدیگر را تحمل کنند، این طور در آتش عشق بسوزند، پدیده‌ای غیر منتظره بود. اما پیش آمد و چنان سریع پیش آمد که الا حتی نفهمید چه بر سرش می آید تا بتواند از خودش محافظت کند. البته اگر آدم بتواند از خودش در برابر عشق محافظت کند. عشق یک باره از غیب مثل تکه سنگی در برکه راکت زندگی الا افتاد و او را لرزاند، تکان داد و زندگی اش را زیر و زبر کرد. الا، بوستون، 17 مه 2008. یکی از روزهای خوش و ملایم بهاری بود که این داستان عجیب شروع شد. سالها بعد که الا برمیگشت و به گذشته مینگریست، لحظه شروع را آنقدر در ذهنش تکرار میکرد که همه چیز به نظرش نه مثل خاطره دور، بلکه مثل صحنه تئاتری میرسید که در گوشه ای از کائنات هنوز هم ادامه دارد. زمان بعد از ظهر یکی از شنبه های ماه مه. مکان آشپزخانه خانهشان. همه اعضای خانواده دور هم نشسته بودند و غذا می خوردند. شوهرش داشت بشقابش را با غذای مورد علاقهش ران سرخ شده مرغ پر می کرد. از دوقلوها آیوی قاشق و چنگالش را موازی هم در دست گرفته بود و صداهایی از خودش در می آورد که انگار دارد طبل خیالی می نوازد. خواهرش آورلی هم برای آنکه با رژیم جدیدش روزانه حداکثر 650 کالری سازگار شود، مشغول محاسبه لقمه هایی بود که می توانست بخورد. دختر بزرگش جانت تکه نان در دست گرفته بود و با حالتی متفکرانه پنیر خامه‌ای رویش می مالید. علاوه بر اعضای خانواده، عمه استر هم پشت میز نشسته بود. سری به آنها زده بود تا کیک کاکائوی موزاییکی را که خودش پخته بود برایشان بیاورد و زود برود، اما نتوانسته بود در مقابل اصرارشان مقاومت کند و برای نهار مانده بود. الا با آنکه پس از نهار کل کار داشت، دلش نمی آمد از پشت میز بلند شود. این اواخر کمتر پیش می آمد همه اعضای خانواده اینطور دور هم جمع باشند. فرصت خوبی بود و او امید داشت همه جو را گرم بکنند. دیوید یک دفعه گفت: عمه استر، الا مژده را بهت داد یا نه؟ زنم کار فوق‌العاده‌ای پیدا کرده، خبر داری؟ آن هم پس از این همه سال. الا در دانشگاه زبان و ادبیات انگلیسی خوانده بود. با آنکه ادبیات را دوست داشت، بعد از فارغ التحصیلی به طور منظم هیچ جا مشغول کار نشده بود. فقط برای چند مجله زنان کارهای جزئی ویراستاری انجام می‌داد. عضو بعضی کلوب‌های کتابخانی شده بود و هر از گاهی هم برای روزنامه‌های محلی نقد کتاب نوشته بود. همین و بس. با آنکه زمانی دلش می‌خواست منتقد سرشناس کتاب شود، اما روی این خواستش گرد زمان نشسته بود. این واقعیت را پذیرفته بود که سیلاب زندگی او را به سمت و سوی کاملا متفاوت کشانده است. آخر سر نه منتقد مشهور ادبی، بلکه زن خانه‌دار وسواسی شده بود با کلی کار خانه و مسئولیت‌های خانوادگی که علاوه بر همه اینها با 3 تا بچه هم باید سر و کله می‌زد. البته خیلی هم ناراضی نبود. مادر بودن، همسر بودن، رسیدگی به سایه، سر و سامان دادن به امور خانه، آشپزخانه، باغچه، خرید، شستن رختها، اتوکشی و غیره. یعنی در زندگی به اندازه کافی سرگرمی داشت. مگر همینها بس نبود که حالا بیاید برای قاپیدن نان از دهان شیر خودش را به دردسر بیاندازد؟ با آنکه همه همکلاسی‌هایش در دانشگاه اسمیت که پر از فمینیست بود، از انتخاب الا خیلی خوششان نیامده بود. او اهمیتی نمی‌داد. سال‌های سال از اینکه مادر، همسر و خانم خانه‌داری پایبند خانه و خانواده باشد، کوچکترین ناراحتی حس نکرده بود.
البته خوب بودن وضع مالیشان باعث شده بود احساس نیاز به کار پیدا نکند. الا از این بابت سپاسگزار زندگی بود. هرچه باشد علاقهش به ادبیات را از توی خانهش هم میتوانست پیگیری کند. تازه عشقش به مطالعه هم کم نشده بود. هنوز هم کرم کتاب بود یا اینکه دلش میخواست فکر کند اینطور است. اما روزی رسید بچه ها عاقل و بالغ شدند و خیلی واضح نشان دادند که دیگر دوست ندارند مادرشان در هر کاری دستشان را بگیرد. الا هم که دید اوقات فراغت زیادی دارد، بالاخره تصمیم گرفت کاری برای خودش دست و پا کند. با آنکه شوهرش او را تشویق کرد و مدام در این باره صحبت می کردن و منتظر فرصت بودند، ولی قرار نبود الا به همین راحتی ها کار پیدا کند. کارفرماهایی که برای کار به آنها مراجعه کرده بود یا دنبال آدمی جوانتر می گشتند یا آدمی با تجربه تر. الا که مدام به در بسته می‌خورد، غرورش جریحه‌دار شد و اعطای کار را به لقایش بخشید. با این حال در ماه مه سال 2008 تمام موانعی که این همه سال در برابر کار پیدا کردنش ردیف شده بود به شکل غیر منتظره از میان رفت. چند هفته پیش از آن که به 40 سالگی پا بگذارد، پیشنهاد جالب توجهی از یکی از ناشران بستان دریافت کرد. در اصل کسی هم که کار را برایش پیدا کرده بود شوهرش بود. یکی از مشتریهایش واسطه شده بود. شاید هم یکی از مترسهایش. الا فوراً شروع کرد به توضیح دادن. نه بابا، همچو کاری هم نیست. توی یه مؤسسه انتشاراتی دستیار و دستیار ویراستار ادبی هم. سر و تش همینه. یعنی نوکر ما چاکری داشت. اما به نظر نمی رسید دیوید اجازه بدهد زنش کار جدید را تغییر کند. پرید وسط، عزیزم برای چی این حرف رو میزنی؟ خب این رو هم بگو که چه مؤسسه انتشاراتی معتبریه. دیوید با آرنجش به الا زد، اما دید صدا از زنش در نمی آید. برای همین در حالی که با ذوق و شوق سر تکان می داد، حرفهای خودش را تایید کرد. انتشاراتی خیلی مشهور و معتبریه ام استر، از بهترین ناشران کشور. خوب بقیه دستیاران رو هم ببینی. همه‌شان جوانند، همه‌شان فارغ التحصیل دانشگاهی اسم و رسم دارند. ببینشان، حتی یک نفر هم نیست که مثل الا این همه سال خونه‌داری کرده باشه و بعد دوباره مشغول کار شده باشه. ببین چه زنی هست مگه نه؟ الا تکان مختصری به خودش داد و شانه‌هایش را صاف کرد. تبسمی ساختگی بر لبانش نشست. کنجکاو شده بود بداند چرا شوهرش این همه دست و پا میزند. آیا میخواست همه سالهایی را تلافی بکند که نگذاشته بود او کار کند، یا اینکه چون به او خیانت کرده بود احساس پشیمانی میکرد و میخواست به این ترتیب رابطهشان را دوباره گرم کند؟ کدام یکی بود؟ راستش توضیح دیگری به ذهنش نمیرسید. اینطور با اشتیاق و ذوق و شوق حرف زدن دیوید توضیح دیگری نداشت. دیوید تعریفهایش را ادامه داد. آدم چشم و دل سیر به این میگویند. همه ایمان به وجود الهی عزیزم افتخار میکنیم. اما استر با صدای تاثیرگذار وارد صحبت شد. همینطوره. الهی عزیزم لنگه نداره. همیشه همینطور بوده. انگار اله از پشت میز بلند شده و به سفر آخرت رفته بود و او داشت با غم و اندوه یادش را گرامی می داشت. همه آنهایی که پشت میز نشسته بودند بدون استثنا مهربانانه به اله نگاه می کردند. طوری شده بود که آیوی هم گوشه و کنایه زدن را کناری گذاشته بود و آورلی هم توانسته بود یک بار هم که شده به چیزی غیر از ظاهر خودش توجه کند. الا کوشید از این لحظه سرشار از محبت لذت ببرد، اما نتوانست. نوعی دلزندگی بیتاقتی از درونش می جوشید. علتش را نمی دانست. کاش یکی پیدا می شد و این موضوع نچسب صحبت را عوض می کرد. دوست نداشت در مرکز توجه باشد. درست همان لحظه دختر بزرگش جانت انگار که دعای بی صدایش را شنیده باشد، یک دفعه قاطی صحبت شد. من هم خبری براتون دارم. مژدگانی میخوام. همه سرها به طرف جانت چرخید. کنجکاوانه سراپا گوش منتظر ادامه حرفش شدند. جانت یک دفعه گفت. اسکات و من تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. خب حالا میدونم میخواد چی بگید. هنوز دانشگاهتون تموم نشده. حالا صبر کنید. چه عجله‌ای دارید؟ هنوز جوانید. و غیره و غیره. اما تو را به خدا درک کنید، هر دوی ما برای برداشتن این قدم بزرگ آماده ایم. سکوتی غریب بر میز آشپزخانه حاکم شد. گرما و احساس نزدیکی که تا یک دقیقه پیش همهشان را در بر گرفته بود دود شد و به هوا رفت. آولی و آیوی با نگاه‌های گنگ به یکدیگر خیره شدند.
استر با یک لیوان آب سیب در دستش مثل مجسمه خنددار و چاق ساخته دست مجسمه سازی دیوانه ماتش برد و همان جور خشکش زد. دیوید طوری که انگار اشتهایش گور شده باشد کارد و چنگار را کناری گذاشت. چشمهایش را تنگ کرد و به جانت نگاه کرد. در چشمهای قهوه‌ای روشنش استراب و نگرانی موج می زد. یک دفعه چنان عبوس شده و ترش کرده بود انگار یک شیشه سرکه سر کشیده. جانت که متوجه وخامت اوضاع شده بود شروع کرد با ناله و زاری: آه بفرمایید، من رو بگو که خیال میکردم خانوادم از شادی بال در میارن و پرواز میکنن، اما کو حال روزتون رو ببینید، هر کی ببینه فکر میکنه چه خبر مصیبت باری دادم. دیوید طوری که انگار خود جانت نمیداند چه گفته و باید کسی برایش تکرار کند گفت: دخترم کمی قبل گفتی میخوای ازدواج کنی. بابا جون خودم متوجهم، کمی ناگهانی شد، اما اسکات دیشب سر شام پیشنهاد کرد، من هم بله رو دادم. خیلی خوب، اما برای چی؟ الا بود که این را پرسید. همین که جمله از دهانش خارج شد از نگاه های دخترش فهمید که از چنین سوالی تعجب کرده. اگر می پرسید خیلی خوب اما چه وقت، یا اگر می پرسید خیلی خوب اما چطور، هیچ مسئله پیش نمی آمد. هر دو سوال جانت را خوشحال و راضی می کرد و این طور تعبیر می شد که پس می توانیم مقدمات عروسی را بچینیم، در حالی که خیلی خوب اما برای چی سوال غیر منتظره بود و جانت آمادگی جواب دادنش را نداشت. منظورت چیه که میگی خیلی خوب اما برای چی؟ لابد برای اینکه عاشق اسکات شدم، مگه دلیل دیگری هم میتونه داشته باشه مادر؟ الا در حالی که کلمه ها را یکی یکی انتخاب میکرد کوشید حرفایش را واضح تر بزند. نه عزیزم، منظورم این بود که عجله تان برای چیه؟ نکنه حامله ای؟ عمه استر سر جایش تکانی خورد، خودش را جمع جور کرد، پشت سر هم سرفه کرد، آب سیب را کناری گذاشت و از جیبش یک قوطی قرص اسید معده درآورد. شروع کرد به جویدن. آیوی اما زد زیر خنده: خب پس بگو توی این سن و سال دایی میشم مگه نه؟ الا دست جانت را گرفت، به طرف خودش کشید و آهسته فشارش داد. لابد میدونی که واقعیت قضیه رو خیلی راحت میتونی به ما بگی، هرچه باشه خانوادت هستیم و در هر حالتی پشتت رو خالی نمی کنیم. جانت با حرکت خشن دستش را کشید و فریاد زد: مادر لطفا تمامش کن، حامله نیستم، اصلا چه ربطی داره؟ این حرفا چیه که می زنی؟ الا در حالی که سعی می کرد آرام و متین باشد زیر لب زمزمه کرد: فقط می خوام کمکت کنم. با تحقیر کردنم می خوای کمک کنی مادر؟ معلوم میشه که به نظر تو ازدواج کردنم با مردی که دوستش دارم فقط یه علت ممکنه داشته باشه، قضا قورتی حامله شدنم. یعنی فکر میکنی اینقدر سادم، حتی از مخیلت هم نمیگذره که چون عاشق اسکات شدم میخوام با او ازدواج کنم. درست 8 ماهه که با اون بیرون میرم. الا گفت: بچه نشو، فکر میکنی توی 8 ماه میشه فهمید مردها چی تو کلشون میگذره؟ 20 ساله با پدرت زن و شوهریم، حتی ما هم نمیتونیم ادعا کنیم همه چیز رو درباره همدیگه میدونیم. 8 ماه با هم بودن مگه خیلی زیاده؟ جلو بچه بگذاری قهر میکنه. آیوی لبخند موذیانه‌ای زد و پرید وسط حرف: خب مگه نمیگید خدا دنیا رو توی 6 روز خلق کرد؟ اون وقت ببین توی 8 ماه چه کارا که نمیشه کرد. همه که چپ چپ نگاهش کردند، آیوی دهانش را بست و توی صندلی‌اش فرو رفت. در این میان دیوید که ابروهایش را به هم گره زده و مشغول فکر کردن بود، حس کرد اوضاع دارد خرابتر می شود. برای همین فوراً دخالت کرد: جانم ببین، مادرت این رو می خواد بگه. با یکی بیرون رفتن یک چیزه، ازدواج کردن با او چیز دیگه. جانت پرسید: اما بابا جان، یعنی تا دم مرگ باید همین طوری باشیم؟ الا آهی کشید و دوباره خودش را وسط رینگ پرت کرد. والا بدون اینکه حرف رو بپیچونم یک دفعه میگم، من و پدرت منتظر بودیم آدم مناسبتری پیدا کنی. رابطه شما رو نمیشه رابطه جدی حساب کرد. راستش هنوز برای اینکه رابطه جدی برقرار کنی خیلی بچه هستی. جانت با صدای گرفته پرسید:
میدونی چی فکر میکنم مادر؟ گمان میکنی همه چیزهایی که تو زمانی از آنها میترسیدی الان سر من میاد، اما اینطور نیست که چون تو در جوانی ازدواج کردی و به سن الان من که بودی بچه دار شدی، من هم قرار همون اشتباه رو تکرار کنم. صورت الا چنان سرخ شد که انگار سیلی آبداری خورده بود. در گوشه های از ذهنش خاطراتی که میخواست فراموششان کند جان گرفتند. حالتهایش موقعی که جانت را حامله بود، بیچارگیش، گریه های گاه و بیگاهش، بحرانهایش، در اولین حاملگیش خیلی سختی کشیده بود، سلامتیش به خطر افتاده بود، دچار افسردگی شده بود، تازه مجبور شده بود زایمان زودرس بکند. دختر بزرگش که 7 ماهه به دنیا آمده بود، هم در دوران نوزادی هم در دوران کودکی، انگار همه زور و قوه او را مکیده بود. درست به همین دلیل بود که برای دوباره بچه دار شدن 10 سال صبر کرده بود الا. در این میان دیوید لابد تصمیم گرفته بود استراتژی متفاوتی امتحان کند که با آرامش وارد بحث شد. دخترم، وقتی دوستیت رو با دیوید شروع کردی، ما هم به عنوان پدر و مادر خوشحال بودیم. خب پسر خوب و درستی است، خیلی آقاست. توی این دوره و زمونه همچون کسی رو راحت نمیشه پیدا کرد. اما عجله ندارید که، حالا بگذارید فارغ التحصیل شوید، بعدش معلوم نیست چه فکری میکنید. یک دفعه میبینید که اون موقع وضعیت فرق کرده. جانت سرش را به نشانه ممکن است تکان داد، اما پیدا بود حرفهای پدرش خیلی هم به نظرش معقول نیامده. بعد یک دفعه سوال غیر منتظره‌ای پراند، نکند همه اعتراضهایتان به دلیل اینه که اسکات یهودی نیست؟ دیوید طوری که انگار نمیتوانست باور کند دخترش همچون نسبتی به او داده باشد چشم از او برگرداند. هرچه باشد همیشه به خودش افتخار کرده بود که پدری روشن فکر با فرهنگ امروزی لیبرال و دموکرات است. راستش صرفاً به همین دلیل در خانهشان حتی از حرف زدن درباره مسائل نژادی، دینی، جنسیتی و طبقاتی دوری میکرد. اما جانت دست بردار نبود. پدرش را از گردونه خارج کرده و دوباره نگاه‌های پرسشگر را به مادرش دوخته بود. مادر، توی چشمام نگاه کن و جواب بده. اگه اسم پسری که دوستش دارم اسکات نبود و آرون فلنشتاین بود، باز هم اینطوری به ازدواجم با او اعتراض می‌کردی؟ صدای جانت پیچ با پیچ و تیغدار بود. انگار دل الا گرفت. یعنی دخترش اینقدر از دست او عصبانی بود و دغدغه‌ای داشت؟ یعنی اینقدر نیش و کنایه میزد و مشکوک بود؟ عزیزم ببین، چه خوشت بیاد چه نیاد، حالا که مادرت هستم باید واقعیت‌هایی رو به تو بگم. جوان بودن، عاشق شدن، پیشنهاد ازدواج گرفتن، اینها چیزای خیلی قشنگین. مگه خودم نمیدونم؟ من هم زمان خودش اینطور چیزها رو از سر گذروندم. اما حرف ازدواج که پیش میاد باید کلت رو به کار بندازی. ازدواج کردن با کسی که خیلی با تو فرق داره رسما یعنی قمار کردن. ماها که پدر و مادرت هستیم طبیعیه که از تو بخوایم بهترین انتخاب رو انجام بدی. خیلی خوب، اما اگه انتخابی که به نظر شما بهترینه در نظر من بدترین باشه، اون وقت چی؟ الا منتظر همچه سوالی نبود. با نگرانی آهی کشید و شروع کرد به مالیدن پیشانیش. اگر درد میگرن به سراغش آمده بود، سرش اینقدر درد نمی کرد. من عاشق این پسر هستم مادر، میفهمی؟ جای اون پشت و پسله‌های ذهنت همچی کلمه‌ای مانده؟ عشق، همون که میگن وقتی دوچارش بشی قلبت تاپ تاپ میزنه، اون وقت آدم نمیتونه بدون عشقی زندگی کنه. الا ناخودآگاه قهقه زد. با آنکه نمیخواست دخترش را مسخره کند، اما خنده‌اش آنطور به نظر آمده بود تمسخر آمیز. اعصابش به هم ریخته بود. خودش هم نمیفهمید چرا اینطور شده، چون پیش از این 10ها بار شاید هم 100ها بار با دختر بزرگش دعوا کرده بود، اما هیچ وقت اینطور معذب نشده بود. اما امروز انگار نه با دخترش بلکه با دشمنی بسیار موذی و آبزیرکا دعوا میکرد. جانت انگار دلخور شده بود. مادر چرا میخندی؟ تو هیچ وقت عاشق نشدی؟ آه بس دیگه، حوصله‌ام رو سر بردی. بیدار شو عزیز من، خواهش میکنم چشمات رو باز کن و بیدار شو. آدم که نباید اینقدر صاف و ساده باشه. اینقدر لحظه انگار برای پیدا کردن کلمه‌ای که دنبالش میگشت اطرافش را نگاه کرد. آخر سر اضافه کرد، اینقدر رمانتیک؟ جانت با ناراحتی پرسید، خب مگه رمانتیک بودن چه عیبی داره؟
راستی رومانتیک بودن چه عیبی دارد؟ الا به فکر فرو رفت. قبلا اینطور نبود. قبلا برای اینکه بتواند از شوهر خودش انتقاد کند که چرا به اندازه کافی رومانتیک نیست، هوای این کلمه را داشت. خب از کی تا حالا از آدمهای رومانتیک خوشش نمی آمد؟ جواب این سوال را پیدا نکرد. باز هم با همان روش سفت و سخت و دستوری به حرفهایش ادامه داد. عزیزم، این رو توی کلت فرو کن که زنها با مردی که دوستش دارن ازدواج نمی کنن. زن وقتی دید کارت به استخون رسیده و لازمه برای آیندهش یکی رو انتخاب کنه، اون وقت می گرده و مردی رو پیدا می کنه که حدس می زنه پدر خوب و شوهر خوبی از آب در میاد و میشه بهش تکیه کرد. فهمیدی؟ وگرنه عشق حس خوشایندیه که امروز هست و فردا نیست. الا جمله‌اش را تازه تمام کرده بود که نگاهش با نگاه شوهرش تلاقی کرد. دیوید دستهایش را به قفسه سینه قفل کرده بود و بی آنکه تکانی بخورد یا حتی نفس بکشد، با چشمانی ثابت داشت نگاهش می‌کرد. پیش از این اصلا ندیده بود که اینطوری نگاه کند. درون الا انگار چیزی سوخت. ناگهان جانت گفت: من میدونم درد تو چیه مادر. تو به خوشبختی من حسودیت میشه. نمیتونی ببینی که جوون هستم. میخوای من هم عین تو بشم، خانم خونه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده. الا انگار که سنگ بزرگی وسط معده‌اش گذاشته باشند، همانطور ماند. پس دخترش او را اینطور میدید؟ خانم خانه‌دار بدبخت و منفعلی که از بی‌حوصلگی دچار بحران شده، همین طور است؟ زنی معمولی که نیمی از راه را پیموده و زندانی زندگی زناشویی‌اش شده که رو به ویرانی است. پس تصورش اینطوری بوده. شوهرش هم اینطوری می‌دیدش؟ دوستهایش چطور؟ همسایه‌اش؟ در یک لحظه نگرانی به جانش افتاد. با خودش گفت نکند همه اطرافیانش در خفا دلشان به حال او می سوزد و این فکر موذیانه چنان درونش را سوزاند که نفسش بند آمد و نتوانست حرفی بزند. دیوید رو به دخترش کرد و گفت: زود از مادرت معذرت خواهی کن. ابروها را در هم گره کرده بود و صورتش آویزان بود، اما این ادا و اطوارش نه طبیعی بود نه باورپذیر. الا با نگاهی یخزده گفت: عیبی نداره، منتظر عذرخواهی نیستم. جانت نگاهی ناباورانه به مادرش انداخت. کتاب آینه حکمت و تجربه بشری است. بعد با سرعت با خشم دستمال سفره‌هایی را که جلوش بود پرت کرد، صندلی را به عقب هل داد، از پشت میز بلند شد و از آشپزخانه دوید بیرون. هنوز یک دقیقه نگذشته بود که آورلی و آیوی هم پشت سر هم از جایشان بلند شدند و پاورچین پاورچین بیرون رفتند. یا به شکلی غیر منتظره می‌خواستند از خواهر بزرگشان حمایت کنند، یا اینکه از صحبت‌های سرد و بیروح بزرگترها خسته شده بودند. پشت سر آنها هم عمه استر پا شد. همانطور که داشت آخرین قرص معده‌اش را چرق و چروق می‌جوید، بهانه‌ای الکی آورد و زد بیرون. اینطوری پشت میز فقط دیوید و الا ماندند. توی هوا انگار غم و غصه موج می‌زد. خلأ میان زن و شوهر آنقدر غلیظ بود که می‌شد با دست گرفتش، و هر دویشان خیلی خوب می‌دانستند که مسئله نه جانت است و نه دیگر بچه‌هایشان، مسئله خودشان بودند. زندگی زناشوییشان که خیلی وقت بود آتشش رو به خاموشی بود. دیوید چنگالی را که کمی قبل روی میز گذاشته بود دوباره برداشت و انگار که چیز جالب توجهی پیدا کرده باشد شروع کرد به بازی کردن و چرخاندنش. یعنی از حرفهایی که الان زدی باید به این نتیجه برسم که با مردی که دوستش داشتی ازدواج نکردی؟ نه عزیزم، البته که منظورم این نبود. دیوید که هنوز داشت با چنگال حرف میزد پرسید: پس منظور چی بود؟ من که موقع ازدواج گمان میکردم عاشقم هستی. الا گفت: عاشق بودم. اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد و اضافه نکند: آن وقت ها عاشق بودم. خیلی خوب، اون وقت از کی عاشق بودن رو ول کردی؟ الا با چشمانی پر از شگفتی به شوهرش نگاه کرد، مثل آدمهایی که توی عمرشان عکس خودشان را توی آینه ندیدند و یک دفعه آینه را جلو صورتشان میگیری و آنها از حیرت خشکشان میزنند. او هم انگار که با واقعیتی غیر منتظر روبرو شده باشد. ماتش برد. راستی چند وقت است که شوهرش را دوست ندارد؟ کدام آستانه؟ کدام نقطه عطف؟ کدام میلاد؟ انگار میخواست چیزی بگوید، کلمه پیدا نکرد، خشکش زد.
در از زن و شوهر داشتند کاری را می کردند که در آن متوجه حرفهایی شده بودند. خود را به نفهمیدن زدن. روزها در نوعی بیخیالی می گذشت. نوعی چشم پوشی از همه چیز. زمان در آن بستر آشنا و محتومش سوار بر روزمرگی ها سرد و بیروح کاهلانه و علی‌السوی جریان داشت. الا یک دفعه زد زیر گریه، نتوانست جلوی خودش را بگیرد. دیوید بی‌حوصله رویش را برگرداند. با خودش می گفت زنها اشکشان دم مشکشان است. به خصوص نفرت داشت از اینکه زن خودش را در حال گریه کردن ببیند. برای همین الا وقتی کنار شوهرش بود به این راحتی ها گریه نمی کرد. اما اتفاقهای آن روز همه به نوعی غیرعادی بودند. به هر حال درست در همان لحظه تلفن زنگ زد و هر دویشان را از شر آن لحظه زجرآور نجات داد. دیوید گوشی تلفن را برداشت. الو؟ بله، خودش همینجاست. لطفاً یک دقیقه صبر کنید. الا گوشی را که به طرفش گرفته شده بود گرفت و خودش را جمع و جور کرد و تا آنجا که میتوانست سعی کرد خوشحال و خندان جواب تلفن را بدهد. الو، بفرمایید. صدای زن جوانی از پشت گوشی آمد. سلام الا، منم میشل، از دفتر انتشاراتی زنگ میزنم. کارها چطور پیش میره؟ با خودم گفتم زنگ بزنم بپرسم کار رمانی رو که داده بودیم شروع کردی یا نه. البته ویراستارمون هم پرسیده بود. خلاصه برای همین زنگ زدم. این استیو ما تو این زمینه خیلی دقیق و وسواسی هست. گفتم خبر داشته باشی. الا گفت آها، خوب کردی زنگ زدی. اما از درون آهی بی صدا کشید. اولین وظیفه‌ای که در این انتشاراتی مشهور به او که دستیار ویراستار بود محول کرده بودند خواندن رمان نویسنده‌ای ناشناس بود. اول باید کتاب را می‌خواند و بعد گزارش مفصل درباره‌اش می‌نوشت. الا دروغی پراند. به استیو گو اصلاً نگران نباش، کار را شروع کردم. الا به تتپته افتاد. لحظه این نفهمید چه بایست بگوید. آخر در مورد متنی که دستش بود هیچ چیز نمی دانست. تنها چیزی که می دانست این بود که رمانی تاریخی عرفانی است. این را هم می دانست که موضوعش درباره مولوی شاعر مشهور و دوست صوفی شمس تبریزی است. همین و بس. برای اینکه قضیه را به شوخی برگزار کند و موضوع را درز بگیرد گفت چیزه، یعنی والا راستش کتابش خیلی عرفانی هست. اما میشل کسی نبود که از شوخی سر در بیاورد. خیلی جدی گفت ببین، به نظرم بهتره برای این کار برنامه ریزی کنی. آماده کردن گزارش همچین رمان سنگینی ممکنه از اونچه که فکرش میکنی بیشتر طول بکشه. این را گفت، صدایش در تلفن محو شد. صدای میشل لحظه ای رفت و آمد، آمد و رفت. در این میان الا سعی کرد توی ذهنش مجسم کند زن جوان آن طرف خط در آن لحظه چه کارها دارد می کند. خب امکان داشت از یک طرف به کسانی دستورهایی بدهد و از طرف دیگر به نوشته انتقادی که در مورد یکی از نویسندگان مؤسسه در نیویورکر چاپ شده نگاهی بیندازد. همانطور که دارد گزارش های فروش را بررسی می کند با مونیتور ور برود تا ببیند ایمیل جدیدی آمده یا نه. یا وقتی تون ساندویچ تون میخورد لقمه توی دهانش را با قهوه سرد نرم کند. حتما در این اثنا داشت ماهرانه 5-6 کار را یک جا انجام میداد. میشل یک دقیقه بعد که دوباره صدای شنیده شد پرسید الا آنجایی مگر نه؟ بله هنوز اینجام. آها ببخشید، اینجا انقدر کار روی سرم ریخته که دارم دیوونه میشم. مجبورم قطع کنم. اما یادت باشه برای تحویل کار 3 هفته وقت داری. بگذار ببینم، امروز 17 مه هست. یعنی گزارش حد اکثر باید تا 10 ژوئن به دستم برسه. همینطوره مگه نه؟ الا تا آنجا که میتوانست لحن صدایش را جدی کرد و گفت نگران نباش، سر موقع تحویل میدم. اما چیزی که احساسات واقعی الا را لو می‌داد کلمه‌هایی نبود که به کار می‌برد، سکوت‌ها و وقفه‌های میان حرف‌هایش بود. راستش حتی مطمئن نبود که دلش می‌خواهد رمانی را که به او داده‌اند بخواند یا نه. اولش این وظیفه را با علاقه زیاد پذیرفته بود. اولین خواننده رمان چاپ نشده، نویسنده ناشناس بودن. به نظرش مثل بازی هیجان انگیز رسیده بود. در سرنوشت رمان و نویسنده‌اش نقشی هر چند کوچک بازی کند. اما الان احساساتش فرق کرده بود. درست نمی‌دانست که می‌خواهد برای چنین متنی وقت بگذارد یا نه. موضوع رمان هیچ ربطی به زندگی خودش نداشت.
تصوف، عرفان، زمانش را بگو. قرن 13، 700، 800 سال پیش، مکانش را هم که اصلا نگو. آنور دنیا، آسیای صغیر. او که نمیتوانست جاهایی را که داستان در آنها میگذشت حتی توی نقشه پیدا کند. چطور میتوانست فکرش را متمرکز کند و آن همه نوشته را بخواند؟ چطور میتوانست هوش و حواسش را بدهد به موضوعی که همه چیز درباره‌اش نمیدانست؟ در این میان میشل حس کرده بود الا دو دل است، برای همین در تنگنایش گذاشت. چی شده؟ نکنه مسئله پیش اومده؟ و چون فوراً از طرف مقابل جوابی نیامد اضافه کرد: الا میتونی به من اعتماد کنی، اگه چیزی هست که نمیتونی هضمش کنی بهتره که توی این مرحله بدونم. باید اعتراف کنم که این روزها حواسم زیاد سر جاش نیست. به نظرم میرسه که نمیتونم ذهنم رو روی رمان تاریخی متمرکز کنم. سوء تفاهم نشه. زندگانی مولوی برام جالبه، اما توی این قبیل موضوعها اونقدر ناشیم که نگو نپرس. یعنی با خودم میگم بهتر نیست رمان دیگری برای خوندن بگیرم، رمانی که بتونم راحت‌تر با اون ارتباط برقرار کنم. میشل گفت: اه لااقل تو این حرف رو نزن، این چه برخورد غیر سازنده‌ای هست. اما حیف که توی شغل ما تقریبا همه افراد جدید این اشتباه رو میکنن. تو فکر میکنی آدم رمانی رو که با موضوعش آشناس راحت تر میخونه؟ همچون قاعده‌ای وجود نداره. مگه اینطور میشه ویراستاری کرد؟ نکنه منظورت اینه که چون الان در ماساچوست سال 2008 زندگی میکنیم فقط باید رمان‌هایی رو برای چاپ آماده کنیم که داستانشان در این زمان و در حوالی میگذره؟ الا حالت دفاعی به خود گرفت. نه، البته که همچین منظوری نداشتم. و همین که حالت دفاعی گرفت متوجه شد آن روز پشت سر هم حس کرده که منظورش را خوب نفهمیدند و مدام مجبور شده از خودش دفاع کند. از بالای شانهش دزدکی نگاهی به شوهرش انداخت، یعنی او هم اینطور فکر میکرد. اما حالت چهره دیوید مثل دریا قفل و مهرموم شده بود، چنان رازآلود که نتوانست بگشایدش. والا بیشتر وقتها مجبور میشیم کتابهایی رو بخونیم که کوچکترین ربطی به زندگی خودمون نداره. کار ما اینطوری هست، بهت گفته باشم. ببین مثلا این هفته کتاب زن ایرانی رو برای چاپ آماده کردم که خاطرات سفرش رو نوشته بود. پس باید چه کار میکردم؟ یعنی باید میگفتم چون این زن ایرانی هست کتابش رو برداره ببره پیش ویراستار ایرانی؟ الا منمن کنان انگار که موقع دزدی مچش را گرفته باشند با حالتی درمانده گفت: نه البته که نه، این رو نمیخواستم بگم. علاوه بر این، مگر نیروی ادبیات نتیجه این نیست که میان سرزمین‌های دور بین فرهنگ‌های متفاوت پلی میزند؟ مگر ادبیات آدم‌ها را به هم پیوند نمیزند؟ البته همینطور است. تو را به خدا حرفایم رو فراموش کن، گزارش پیش از موعد روی میزت خواهد بود. در آن لحظه از میشل متنفر شد که مثل موجودی دست و پا چلفتی با او رفتار کرده بود، اما در از خودش متنفر شد، چون خودش به این زن جوان جسارت و فرصت داده بود اینطور مثال عقل کلها با او حرف بزند. میشل گفت: ها باریکلا، همینطور با عزمی جزم ادامه بده، سوء تفاهم نشه، اما به نظرم این وسط واقعیتی وجود داره که نباید فراموش کنی. در این لحظه توی فهرست حداقل 20 نفر هستن که میخوان جای تو باشن و این کار رو بگیرن. بیشترشون هم نصف سن و سال تو رو دارن. این گوشه ای از ذهنت بمونه، آن وقت ببین ذوق و شوق کار کردن چجور به سراغت میاد. الا سرانجام تلفن را که قطع کرد با شوهرش چش در چش شد. دیوید خیلی سرسنگین به نظر می آمد. معلوم بود منتظر از صحبت را از آنجا که قطع شده بود ادامه بدهند، اما الا دیگر دل و دماغش را نداشت که بنشیند و افسوس آینده دختر بزرگشان را بخورد. البته انگار از همان اول هم مسئله اصلی که زن و شوهر افسوسش را می‌خوردند این نبود. چند دقیقه بعد الا تک و تنها در آلاچیق توی حیاط روی صندلی ننویش نشسته بود. غروبی سرخ رنگ به سرعت داشت به آسمان نورتمتن نزدیک می‌شد. آسمان به نظرش چنان نزدیک می رسید که گویی اگر دستش را دراز می کرد می توانست بگیردش. بعد از این همه
سر و صدا و جر و بحث لابد آنقدر حالش بد شده بود که حالا میخواست به مغزش استراحت بدهد. نه پرداخت های کارت بانکیش، نه سوء تغذیه و رژیم های غذایی افراطی آولی، نه درس نخواندن آیوی، نه عمه استر و آن کیک های مزخرف موزاکیش، نه از پا افتادن سایه، نه برنامه های غیر منتظره جانت برای شوهر کردن، نه سالها خیانت شوهرش به او، تک تک مسائلی را که معمولا ذهنش را درگیر می کردن، از پس گردنشان گرفت توی قطعه های کوچولو گذاشت و به هر کدامشان یک قفل زد. الا در این حالت روحی متنی را که از طرف انتشارات RBT به او داده بودند به دست گرفت و سبک سنگینش کرد. کاغذها را با سلیقه به هم دوخته بودند و توی پوشه شفاف گذاشته بودند. عنوان کتاب در اولین صفحه با مرکب نیلی رنگ نوشته شده بود. ملت عشق. به الا گفته بودند کسی چیزی درباره نویسنده نمی داند. فقط این را گفته بودند که مردی اسرارآمیز و ساکن هلند است. اسمش این زه زهارا است. با هیچ آژانس ادبی قرارداد ندارد. دست نوشته رمانش را که حدود 300 صفحه می شود از آمستردام پست کرده. یک کارت پستال هم کنارش سنجاق کرده. روی کارت پستال عکس مزرعه های گل لاله بود که زیبایی گل های صورتی زرد و کبودش چشم را خیره می کرد. پشت کارت هم یادداشتی بود که با خطی ظریف نوشته شده بود. وی راستار محترم، این سطور را از آمستردام برایتان می‌فرستم، اما داستانی که پیوست کرده ام در آناتولی می‌گذرد، در قونیه قرن 13. با این حال از صمیم قلب باور دارم که این داستان از زمان و از مکان و از اختلاف‌های فرهنگی رهاست، جهان شمول است. امیدوارم فرصت بیابید این رمان تاریخی عرفانی را بخوانید که دستمایه اش دوستی بی‌مثال جلال الدین مولوی، شاعر اعظم عالم اسلام، با شمس تبریزی درویش قلندری است. با این آرزو ملت عشق را به نشانی مؤسسه‌تان می‌فرستم. مرامتان عشق، عشقتان باقی باد. با احترام عزیز زهارا. الا حد زد خود این کارت پستال حس کنجکاوی ویراستار انتشارات را تحریک کرده باشد. اما استیو سرش خیلی شلوغ بود. نمی توانست وقتش را صرف مطالعه رمان نویسنده ای تازه کار بکند. برای همین لابد بسته ای را که رسیده بود به دستیارش میشل داده. میشل حریصی هم که وقتش به نظر خودش ارزشمندتر از بقیه است، رمان را طوری که کسی نفهمد برای دستیار جدیدش فرستاده بود. اینطوری ملت عشق دست به دست گشته بود و آخر به دست الا مانده بود. دیگر وظیفه او بود که کتاب را بخواند و درباره اش گزارشی مفصل بنویسد. الا از کجا می توانست بفهمد که این رمان رمانی سردستی نیست؟ از کجا می توانست بفهمد که این کتاب به کلی جریان زندگی اش را عوض می کند؟ از کجا خبر داشت که موقع خواندن ملت عشق زندگی خودش هم از نو سطر به سطر نوشته می شود؟ صفحه اول را باز کرد. در آنجا به بعضی اطلاعات درباره نویسنده برخورد. این زه زهارا. آن وقت‌هایی که دنیا را نمی‌گردد، با کتاب‌هایش، دوستانش، گربه‌هایش و لاک‌پشت‌هایش در آمستردام زندگی می‌کند. ملت عشق اولین و احتمالاً آخرین رمان اوست. نویسنده که رغبت چندانی به رمان نویس شدن ندارد، این کتاب را صرفاً به دلیل احترام و علاقه‌ای که به مولوی و به خورشید محبوب او شمس تبریزی دارد، قلمی کرده است. نگاه الا به صفحه بعدی افتاد و همان موقع جمله آشنا در صفحه پیدا کرد. زیرا به رغم آنکه بعضی ها خلافش را ادعا می کنند، عشق حس خوشایندی نیست که امروز هست و فردا نیست. دهان الا از تعجب باز ماند، اما آخرین جمله او بود، یعنی دقیقا همان جمله‌ای بود که چند دقیقه قبل توی آشپزخانه به دخترش گفته بود. لحظه دچار شک احمقانه ای شد، انگار در گوشه ای از کائنات چشمی رازآلود می پایدش. درونش لرزید. در از قرن 21 چندان فرقی با قرن 13 ندارد. هر دوی این قرنها را در کتابهای تاریخ اینطور ثبت خواهد کرد.
قرن اختلاف‌های دینی که مثل و مانندش دیده نشده، مبارزه‌های فرهنگی، پیش‌داوری‌ها و سوء تفاهم‌ها، بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی و خشونتی که همه جا پخش می‌شود و نیز نگرانی که دیگری منشأ آن است. روزگار هرج و مرج، در چنین روزگاری عشق صرفاً کلمه‌ای لطیف نیست، خود به تنهایی قطب نماست. در دنیایی که هیچ کس فرصت پرداختن به ظرایف عشق را ندارد، ملت عشق اهمیت بیشتری می‌یابد. بادی سرد به طرف الا وزید، برگ‌های خشک داخل آلاچیق به هوا بلند شد، در اطراف چرخید، خورشید در افق غرب پنهان شد، شادی و گرمای آسمان فروکش کرد. چون عشق جوهر و هدف اصلی زندگی است، چنان که مولانا به ما یادآوری کرده، روزی میرسد که عشق به چابکی گریبان همه را میگیرد، حتی گریبان آنهایی را که از او فراری اند و حتی گریبان کسانی را که از کلمه رمانتیک مثل نوعی گیاه استفاده میکنند. چشمهای الا به صفحه میخکوب شده بود، لب پایینش کمی کج شده، خودش هم خم شده بود و همانطور مانده بود. کسی که اینجا درباره اش صحبت میشد خود خودش بود. اگر نوشته شده بود حتی گریبان خانم خانداری به اسم الا روبینشتن که 3 بچه دارد و در نزدیکی بستان زندگی میکند، همینقدر تعجب میکرد، نه بیشتر. صدایی از درونش گفت پوشه را کناری بگذارد، فوراً برود داخل خانه، به میشل تلفن بکند و بگوید که این کتاب عجیب و غریب را نمی‌خواند. اما زیاد دودل نماند، نفس عمیقی کشید و صفحه را ورق زد و به این ترتیب در یکی از شب‌های ملایم ماه مه خواندن رمان نویسنده‌ای را شروع کرد که حتی اسمش را نشنیده بود و دنیایی را تعریف کرد که الهی چیز درباره اش نمی‌دانست. ملت عشق، این ز زهارا. خیلی وقت پیش بود به دلم افتاد رمانی بنویسم، ملت عشق. جرأت نکردم بنویسمش، زبانم لال شد، نوک قلمم کور، کفش آهنی پایم کردم، دنیا را گشتم، آدمهایی شناختم، قصه هایی جمع کردم. چندین بهار از آن گذشته، کفش های آهنی سوراخ شده، من اما هنوز خامم، هنوز هم در عشق همچو کودکان ناشی. مولانا خودش را خاموش می نامید، یعنی ساکت. هیچ به این موضوع اندیشیده اید که شاعری، آن هم شاعری که آوازش عالمگیر شده، انسانی که کار و بارش، هستیش، چیستیش، حتی هوایی که تنفس می کند چیزی نیست جز کلمه ها و امضایش را پای بیش از 50,000 بیت پرمعنا گذاشته، چطور می شود که خودش را خاموش بنامد؟ کائنات هم مثل ما قلبی نازنین و قلبش تپشی منظم دارد. سالهاست به هر جا پا گذاشتم آن صدا را شنیدم. هر انسانی را جواهری پنهان به امانت پروردگار دانستم و به گفته هایش گوش سپردم. شنیدن را دوست دارم، جمله ها و کلمه ها و حرف ها را. اما چیزی که وادارم کرد این کتاب را بنویسم سکوت محض بود. اغلب مفسران مثنوی بر این نکته تأکید می کنند که این اثر جاودان با حرف ب شروع شده است. نخستین کلمه اش بشنو، یعنی می گویی تصادفیست شاعری که تخلصش خاموش بوده ارزشمندترین اثرش را با بشنو شروع می کند. راستی خاموشی را می شود شنید. همه بخش های این رمان نیز با همان حرف بی صدا شروع می شود. نپرس چرا، خواهش می کنم جوابش را تو پیدا کن و برای خودت نگه دار، چون در این راه ها چنان حقایقی هست که حتی هنگام روایتشان هم نباید از پرده راز درآیند. این ز زهارا، آمستردام 2007. مقدمه. بحران‌های سیاسی، مبارزه‌های بی‌پایان بر سر حاکمیت، نزاع‌های دینی، دعواهای مذهبی، آناتولی در قرن 13 شاهد همه اینها بود. در غرب صلیبی‌هایی که گویا عازم آزادی بیت المقدس بودند، قسطنطنیه را اشغال و غارت کرده و به این ترتیب زمینه فروپاشی امپراتوری بیزانس را فراهم کرده بودند. در شرق نبوغ نظامی چنگیزخان سبب شده بود قشون منظم مغول به سرعت همه جا را تسخیر کند، در همان حال که بیزانس می کوشید اراضی، رفاه و اقتدار از دست رفته را بازیابد. خانات ترک هم که در آن میان مانده بودند با یکدیگر می جنگیدند. در آن قرن چنان اختشاش و قائله‌ای حاکم بود که نظیرش تا آن زمان دیده نشده بود.
مسیحیان با مسیحیان، مسیحیان با مسلمان، مسلمان نیز با مسلمان در حال ستیز بودند. به هر سوی می رفتید دشمنی و خصومت، به هر طرفی می چرخیدید استراب و حرص و طمع، به هر که بر می خوردید نگرانی از بابت آینده می دیدید، انتظاری پرتنش. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.